سلام دوستای خوبم، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. من بالاخره برگشتم به یوتیوب بعد از 2 سال، بعد از اینکه کلی اتفاقای مختلف رو پشت سر گذاشتیم. همیشه دوست داشتم که تو یوتیوب فعال باشم. یه دوره با حمید شروع کردیم با هم دیگه آشپزی کردن و فیلم گرفتن و تولید محتوای آشپزی که خب خیلی هم برام لذت بخش بود، ولی خب یه سری مسائلی پیش اومد که واقعا نتونستیم ادامه بدیم برای مدت طولانی، 2 سال فکر میکنم. خب در جریان دیگه ما خونه خریدیم و وقتی میخواستیم خونه رو تحویل بگیریم یک سری از کارهای عظیمش رو خودمون به عهده گرفتیم و خب بر خودش خیلی خیلی انرژی میطلبید و واقعا زمانی دیگه برای ما نذاشت. من دوباره باردار شدم و اسباب کشی و مادر شدن و به هر حال چالش های جدید دوباره مادر شدن و خب نتونستیم حدوداً 2 سال فعالیتمون رو توی کانال داشته باشیم، ولی من خیلی دوست داشتم همیشه یه فرصتی رو پیدا کنم و بتونم برگردم به یوتیوب و فکر میکنم که الان که نامی 1 ساله شده بهترین وقته که منم به اون کارهایی که دوست دارم دیگه برسم. امیدوارم که بتونم بمونم، هر هفته ویدیو بذارم و اونجوری که خودم دوست دارم فعالیت کنم. ما توی یوتیوب یه سری پلیلیست درست کردیم، قراره که یه کارهایی رو انجام بدیم. آشپزی سر جاش، آشپزی های حمید هستش و احتمالاً توی این دورم از حمید جون آشپزی خواهیم داشت. من دوست دارم که یه دوری تو شهرگاهی بزنم، شما رو با خودم ببرم. دوست دارم که بعضی وقتا بشینم براتون از تجربه های خودم در مورد مادر شدن، در مورد زندگی، در مورد مهاجرت، خیلی چیزا تو ذهنمه که دوست دارم باهاتون صحبت کنم و واقعا تو اینستاگرام شرطش نیست طولانی آدم بتونه حالا راجبه اون چیزایی که دوست داره بشینه و کاملا توضیح بده. فکر کنم یوتیوب جای مناسبیه و منم دوست دارم اینجا فعال باشم. دیگه چی بگم؟ این همه من گفتم که ما اسباب کشی کردیم و خونه گرفتیم و اینا، جالبه که تا الان هم فرصت نشده که من خونهمونو به شما نشون بدم. یعنی فکر کنید ما 1 سال و 6 ماهه که تو این خونه ساکنیم ولی تا حالا فرصت نشده حتی من تو اینستاگرام کامل خونه رو نشون بدم، به خاطر اینکه خب همیشه یه چیزی بوده، بچه بغلم بوده، هر داستانای خودشو داشته. فکر میکنم امروز حضورم تو اولین یوتیوب بعد از مدت ها بهتره که به قولم وفا کنم و حالا این همه هم گفتم، این همه کار کردیم، حداقل خونه رو بهتون نشون بدم. با من باشید. میرم از دم در شروع میکنم. ما دم درمون یه رختکن و جاکفشی کوچولو داریم، همونطور که میبینید کالسکه هم گذاشتیم و یه سرویس مهمان که توش از کاشیای تم مراکشی استفاده کردم، رنگای بژ و کرم. خودم خیلی این تمو دوست داشتم و دوست داشتم توی یکی از سرویس ها حتما ازش استفاده کنم. وقتی از راه رو میایم بیرون، کنار ورودی خونمون آشپزخونه قرار گرفته. برای رنگ کابینت ها ما مشکی رو انتخاب کردیم. این قسمت نشیمن و میز ناهارخوری ماست که انتهای نشیمن میخوره به باغچه کوچولو خونمون. من این پنجره بزرگ رو خیلی دوست دارم چون توی زمستون نور خیلی خوبی رو وارد خونه میکنه. از اینجا ما وارد باغچه خونه میشیم. همونطور که میبینید اصلا چیده نشده چون الان که دارم فیلم رو میگیرم برای اواخر زمستون هست، ولی به زودی با عوض شدن فصل و اومدن بهار و گرما
ما کلی قراره اینجا گریل کنیم، میزو بچینیم، بریم برای عشق و حال و استخر بچه ها رو آب کنیم و کلی دوباره قراره تو این باغچه صفا کنیم. بیاییم بریم تو خونه دوباره. آقا قورقوری نامی میگه سلام. میبینید که چیدمان خونه الان به حسب نیاز بچه هاست و فعلا همه چیز تغییر کرده. از اینجا ما میریم طبقه بالا. خیلی تلاش کردم که نامی بخوابه، نامی جون بعد ویدیو بگیرم، ولی نامی نخوابید و بنابراین با نامی تور خونه رو ما ادامه میدیم. نیکانه بچه ها که من دارم الان بهتون نشون میدم که دو تا پنجره خیلی قشنگ رو به باغچه‌مون داره. خیلی قشنگه. اتاقش هم حسابی نورگیره. از این بالا ببینید، میتونید تراس پایین رو ببینید. حالا هوایی یکم بهتر باشه، من توی این گلدونا هم براش گل میذارم دوباره. اتاقش فعلا اینجور که میبینید رو در و دیوارش چند تا برنا خیلی مرتب شده، ولی خب من خیلی سختم نمیگیرم دیگه، میذارم اگر دوست داره نقاشی بکشه به چسبونه چسب، هر که دوست داره بکنه. اینم که تخته میکنه، یه مبل تخت خواب شما ما تو اتاق نیکان گذاشتیم برای زمانهایی که ماما محروف میاد راحت بتونه اینجا بخوابه. اینجا اتاق خواب ماست و اینجا هم همینطور که میبینید الان پاتختی اومده وسط اتاق و یعنی کنار دیوار، و اونجا من یه میز بزرگتر گذاشتم برای شیر شب نامی و خب تخت نامی الان پیشمونه. حتی تابلو هم تکون خورده، تخت از حالت قرنکی خارج شده، ولی خب همه چیدمان خونه ما الان بر حسب نیاز نیکان و نامی واقعا تغییر کرده. یه دوره کوتاه دوباره عوض میشه. از اینجا که میریم به سمت اتاق نیکان، ما اینجا یه سرویس داریم برای خودمون که اینجا هم باز تمش یه آبی فیروزه کمرنگ، یعنی یه آبی کمرنگ با کرم و بژ ترکیب شده که من خودم کلا این رنگو خیلی میپسندم. لباسشویی و خوشکنم هم همینجاست پشت در. و یه وان داریم که خیلی وقتا نیکان نامی رو میرن اون تو آب بازی میکنن. باز ما از اینجا میتونیم بریم طبقه بالا. اینجا اتاق مهمونمونه. من خیلی این اتاق رو دوست دارم، البته هنوز باز کامل تکمیل نیست ولی خیلی دلباز و روشنه، به خصوص که طبقه سوم پر از نوره. من گلای خوشگلم و فعلا انتقال دادم به طبقه بالا به خاطر اینکه نامی دست بهشون میزنه، ولی فکر کنم اینجا بذارم بمونه. و اینجا هم که رد شدیم یه همون توالت مهمانه در حقیقت، که خب یادم رفته بهتون نشون بدم، یه چیز خاصی هم نیست، یه همون توالته. اینجا اتاق کارمونه، گاهی من اینجا کار میکنم گاهی حمید. عکسامونو زدیم به دیوار. اینجا قرار یه دیوار پر از عکس بشه که خب حالا ایشالله فرصت کنیم، سر فرصت حتما این دیوارم انجامش میدیم و قراره یه دیوار خیلی خوشگل از عکسای ما باشه. اون پشتم یه در میبینید، یه انبار کوچولوه که سیستم برق ساختمونم اونجا هستش. و اینجا هم یه تراس خیلی بزرگ و خوشگل داریم که نماش به سمت باغچه پایین. این بود تور خونه ما. ممنون که نگاه کردید ویدیومونو. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.